ماجرای 12 ساله راه آهن و مأموریت رضا شاه، علت سرنگرفتن ذوب آهن. مصدق: باز عرض می کنم هر چه کرده اند خیانت است و خیانت. لورد کورزون، وزیر خارجه انگلیس: از سالهای 1870 میلادی به بعد دولت انگلیس در فکر گسترش خط راه آهن در ایران بود. مصدق: گفتم هر کس به این لایحه رأی بدهد خیانتی است که به وطن خود نموده است. این حرف رضا شاه را عصبانی کرد. در سال 1917 نقشه و اسناد راه آهنی که انگلیس در نظر داشت در ایران احداث کند در یک کتاب افشاگرانه در هلند منتشر شد. در سال 1308 یک دانشجوی ایرانی در برلین به نام مهندس عطایی این طرح استعماری را افشا کرد، اما به فاصله کمی آنچنان تحت فشار قرار گرفت که در اتاق انتظار سفارت ایران در برلین خودکشی کرد. مصدق: در جلسه دوم اسفند 1305 مجلس گفتم برای ایجاد راه دو خط بیشتر نیست. آن که ترانزیت بین‌المللی دارد ما را به بهشت می‌برد و راهی که به منظور سوق‌الجیشی ساخته شود ما را به جهنم. مخبر السلطنه: دکتر مصدق اعتقاد داشت هزینه و زمان اجرای چنین طرحی توجیه اقتصادی و فنی ندارد. دلیل آن هم کاملا روشن بود، زیرا شهرهای مهم و اقتصادی ایران که شامل تهران، اصفهان، شیراز، همدان، مشهد، رشت و کرمانشاه بودند در مسیر این طرح قرار نداشتند. مصدق: ساختن راه آهن در این خط هیچ دلیلی نداشت جز اینکه می‌خواستند از آن استفاده سوق‌الجیشی کنند و دولت انگلیس هم در هر سال مقدار زیادی آهن به ایران بفروشد و از این راه پولی را که دولت از معادن نفت می‌برد دوباره وارد انگلیس کند. مصدق: علت سرنگرفتن ذوب آهن در این مملکت همین منافع متعارضه انگلیس است. علاقه‌مندی دولت انگلیس به فروش آهن به قدری است که بعد از 28 مرداد و سقوط دولت من، ایدن در 13 مهر 1332 به دنیس رایت، کاردار سفارت انگلیس در تهران، امر نمود پیشنهاد فروش آهن را که در زمان تصدی من هیچ به ایران وارد نشده بود هر چه زودتر به دولت ایران تقدیم کند، و الحق که شاهنشاه هم در این باره هیچ فروگذار نفرمودند. از روز شروع ساختمان تا اتمام آن 12 سال طول کشید و چنانچه در ظرف این مدت عواید نفت به مصرف کارخانه قند رسیده بود، رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از عواید کارخانه های قند هم می توانستند خط راه آهن بین المللی را احداث کنند. باز عرض می کنم هر چه کرده اند خیانت است و خیانت. رضا خان پس از کشتار شماری از سرداران مشروطه و قلع و قمع مهمترین نیروهای آزادی بخش مردم ایران، قدرت را در ایران با کمک انگلستان به دست گرفت. او آنچنان سرسپرده انگلستان بود که سر کلارمونت اوسکراین، مأمور تبعید وی از ایران، در کتاب خود به اسم شترها باید بروند بعدها نوشت: رضا شاه هنگام رفتن به تبعیدگاه می گفت شما می گویید که به ایران به عنوان یک کانال ارتباطی جهت حمل تجهیزات جنگی به شوروی احتیاج داشتید. به جای عملیات، اگر مرا مطلع می ساختید، من می توانستم تمام راه آهن سراسری ایران را در اختیارتان بگذارم. رضا خان نمونه سمبولیک از دیکتاتورهایی است که حضورشان در صحنه سیاست و هرم قدرت برایند اشتراک منافع استعمار و ارتجاع مذهبی است. رضا خان با حمایت مستقیم جنرال ادموند آیرونساید، فرمانده کل نیروهای بریتانیا در ایران، کودتای سال 1299 را انجام داده بود و
و در کودتای 1304 نیز ضمن داشتن حمایت انگلیس از حمایت آخوندهای حوزه و افرادی مانند سید ابوالقاسم کاشانی هم برخوردار بود. بی سبب نبود که در زمان او برای اولین بار تأمین بودجه دولتی برای مدارس آخوندی برقرار شد. او با چنین وابستگی‌های دوسویه‌ای تا آخرین روز حکومتش با دیکتاتوری مطلق سلطنت کرد. اما همین پادشاه قدر قدرت قوی شوکت در عرض چند ساعت با اولین اشاره انگلیسی‌ها از سلطنت خلع و به خارج از ایران پرتاب شد. همیهنان عزیز، در سومین قسمت برنامه مصدق و رضا شاه در خدمت شما هستیم. رضا شاه از بهار 1305 تا تابستان 1320 حدود 15 سال سلطنت کرد. قبل از اون هم از سال 1299 تا 1305 در واقع تضییع گردان اصلی قدرت و سیاست در ایران بود و در مجموع میشه گفت حدود 20 سال در ایران یک دیکتاتوری تقریبا مطلقه رو برپا کرد. پس از شهریور 1320 و اخراج رضا شاه، دکتر مصدق به مناسبت‌های مختلف نکاتی را در رابطه با سیاست‌های ضد ملی رضا شاه گفت که از نظر تاریخی گواهی‌های خیلی با ارزشی به حساب میان. یکی از اون نکات بحثی بود که دکتر مصدق درباره ایجاد راه‌آهن توسط رضا شاه مطرح کرد. راه‌آهنی که به قول روزنامه‌های همون زمان تنها راه‌آهن جهان بود که هیچ یک از نقاط پرجمعیت ایران رو به همدیگه وصل نمی‌کرد. یعنی خاصیت ترانزیت نداشت. تنها ویژگیش امکان استراتژیکی برای حمله به شوروی بود که نظر انگلیس رو تأمین می‌کرد. انگلیسی ها دنبال این بودن که از طریق راهنی که با پول مردم ایران درست بشه خودشونو حالا یا از بنادر جنوبی ایران یا از طریق راهن بصره و بغداد خانقین به دریای خزر، یعنی مرز جنوبی رقیبشون که روسیه بود، برسونن. احمد شاه با این طرح مخالفت کرد ولی رضا شاه اونو به عهده گرفت. حسین مکی در زندگی نامه احمد شاه اینو به طور مفصل شرح داده. لورد کورزن، وزیر خارجه بریتانیا و بانی قرارداد استعماری سال 1919، در کتاب معروفش به اسم ایران و قضیه ایران در مورد نیاز بریتانیا به راه آهن در ایران در همان زمان نوشته: از سالهای 1870 میلادی به بعد دولت انگلیس در فکر گسترش خط راه آهن در ایران بوده است. نیاز انگلستان به راه آهن برای دسترسی سریع آنها از بنادر خلیج فارس به سواحل دریای خزر و مرزهای جنوبی روسیه با وقوع انقلاب سوسیالیستی در روسیه شدت بیشتری گرفت. بریتانیا به یک راه سهل و ارزان با امنیت بالا در این مسیر احتیاج داشت. طرح راه آهن شمالی جنوبی ایران جوابگوی این نیاز استراتژیک انگلستان بود. از سوی دیگر دکتر مصدق که از مخالفان جدی طرح راه آهن شمال جنوبی رضا شاه بود، در خاطرات خود نوشته است: گفتم هر کس به این لایه احداث راه آهن رأی بدهد، خیانتی است که به وطن خود نموده است. این حرفم شاه فقید یعنی رضا شاه را عصبانی کرد. در بادی امر نظریاتم این بود: راه آهنی که ترانزیت بین المللی ندارد، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری ممالک دیگر که عده ساکنان آن کم است، مفید نیست. ساختن راه آهن شمالی جنوبی ایران
سال 1306 شروع شد. به گفته دکتر مصدق 12 سال طول کشید، در حالی که نقشه اون سالها پیش از ظهور رضاشاه توسط انگلستان کشیده شده بود. حتی قبل از کودتای 1299 رضاخان طرح اون همراه با نقشه مسیرش در کتابی به اسم سیاست انگلیس در ایران توسط دیپلمات هلندی ساکن ایران در سال 1917 یعنی سال 1296 سه سال قبل از کودتای رضاخان در آمستردام پایتخت هلند منتشر شده بود. همین یک سند که الان هم در کتابخانه سلطنتی بلژیک در دسترسه ثابت میکنه که طرح راهنی که رضا شاه کشید یک طرح استعماری انگلستان برای منافع خودش بود که وقتی رضاخان یک قزاق بود تنظیم شده بود. انگلستان رضاخان رو اساساً برای اجرای همین قبیل طرح‌های استعماری به خصوص در مورد نفت و استفاده از موقعیت استراتژیک ایران روی کار آورد. سال 1917 اسناد راه آهنی که بریتانیا در نظر داشت در ایران احداث کند در یک کتاب افشاگرانه در هلند منتشر شد. نقشه و اطلاعات آن طرح را سالها بعد یک دانشجوی ایرانی در اروپا به اسم مهندس عطایی که سالهای 1305 و 1306 در برلین تحصیل می کرده به دست آورد و در سال 1308 خورشیدی به عنوان یک طرح استعماری افشا کرد. اما به فاصله کمی آنچنان تحت فشار قرار گرفت که در اتاق انتظار سفارت ایران در برلین خودکشی کرد. بعدها سرمقاله روزنامه مرد امروز شماره 40 مورخ 23 تیر 1324 این مورد را افشا کرد. با تمام این اوصاف رضا شاه راهن ایران رو طبق خواست بریتانیا و البته با پول مردم فقیر ایران احداث کرد. مطلقا هم نه به حرف مصدق و امثال مصدق گوش کرد نه به منافع مردم ایران فکر کرد. مصدق در مجلس ششم در این مورد نکات مهمی رو مطرح کرد. اگر راه آهن ما یک فایده ببرد از ترانزیت مال تجاری اروپا به آسیا خواهد بود و این خطی که امروز اجازه داده می شود کاملا برخلاف مصالح مملکت است. امروز می خواهید 30 میلیون پولی را که در دست مردم است و در واقع هستی این ملت و مملکت را به یک راهی صرف کنید، یک قطع دقت کنید. البته نه استعمار و نه پادشاه عامل استعمار به حرفای مصدق گوش نکردند و کار خودشون رو پیش بردن. دکتر مصدق مجدداً سال 1324 به مناسبتی در مجلس حرفای خودش قبل از تأسیس راهن رو یادآوری کرد و عمق خیانت رضا شاه رو تشریح کرد. همه آقایانی که در دوره پنجم و ششم بودن می دارن که من صحبت کردم، به خاطرشان می آید و ورقه کبوت هم دادم. من گفتم این راهن باید غرب ایران را به شرق ایران مربوط کند که ترانزیت هم داشته باشد و مال تجاره و مسافرین اروپا دیگر نباید از بحر احمر و دریای هند بروند به بمبئی، بلکه از این راه سه روزه آنها را ببرند هندوستان. ولی این عملی نشد و من می دانستم که این خرجی که می شود برخلاف مصالح مملکت است. آناتول تریتسکی در کتاب تاریخچه راه آهن ایران چاپ سال 1326 تهران صفحه 2 به روشنی توضیح داده رضا شاه در احداث راه آهن ایران چگونه دنبال اجرای طرح انگلستان بود. تریتسکی: ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از همه ذهن رضا شاه را مشغول کرده بود. تصمیم گرفتند که خط به هیچ شهر بزرگ به جز پایتخت نرود و بیشتر از مناطق چادرنشین بگذرد. مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه نیز جنبه دیگر این طرح استعماری را
در کتاب خاطرات و خطرات خود درباره طرح احداث خط آهن روشن کرده و این چنین نوشته است: دکتر مصدق اعتقاد داشت که هزینه و زمان اجرای چنین طرحی توجیه اقتصادی و فنی ندارد. دلیل آن هم کاملا روشن بود، زیرا شهرهای مهم و اقتصادی ایران که شامل تهران، اصفهان، شیراز، همدان، مشهد، رشت و کرمانشاه بودند در مسیر این طرح قرار نداشتند. نکاتی که دکتر مصدق گفته بود تماماً کارشناسی و البته میهن پرستانه بود. مقایسه آمار دخل و خرج راه آهن در همون سالها نشان دهنده ماهیت استعماری طرحی بود که رضا شاه با دود و دم بسیار مأمور به انجام اون بود. دکتر مصدق در خاطراتش اینو به روشنی توضیح داده. در جلسه 2 اسفند 1305 مجلس شورا گفتم برای ایجاد راه دو خط بیشتر نیست. آن که ترانزیت بین المللی دارد ما را به بهشت میبرد و راهی که به منظور سوق الجیشی ساخته شود ما را به جهنم. و علت بدبختی های ما هم در جنگ بین الملل دوم همین راهی بود که اعلی حضرت شاه فقید ساخته بودند. و اکنون آنچه از این راه آهن ایران آید می شود مبلغی در حدود 280 میلیون تومان است که 55% آن صرف هزینه های اداری و 45% بقیه به مصرف تعمیرات رسیده است و از بابت سود سرمایه و استهلاک دیناری آید دولت نشده و باریست که باید به دوش مالیات دهندگان گذارده شود. ساختن راه آهن در این خط هیچ دلیلی نداشت جز اینکه می‌خواستند از آن استفاده سوق الجیشی کنند و دولت انگلیس هم در هر سال مقدار زیادی آهن به ایران بفروشد و از این راه پولی را که دولت از معادن نفت می‌برد دوباره وارد انگلیس کند. هرچه کردهاند خیانت است و خیانت. با اینکه همگان به سودمندی راه آهن شرق و غرب چه از لحاظ تجاری و چه از لحاظ نظامی آگاه بوده و اعتقاد داشتند که این مسیر کاربردهای فراوانی دارد، ولی رضا شاه آن را نپذیرفت. این موضوع ناشی از نفوذ انگلیسی ها بر دستگاه سیاستگذاری رضا شاه بود. دکتر مصدق علت پا نگرفتن صنایع مادر از قبیل ذوب‌آهن در ایران رو از پیامدهای همین خط استعماری میدونست. در کتاب خاطراتش در پاسخ به دعاوی و لاف و گزافهای محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مفصل به اون اشاره کرده. علت سرنگرفتن ذوب‌آهن در این مملکت همین منافع متعارضه انگلیس است. علاقمندی دولت انگلیس به فروش آهن به قدری است که بعد از 28 مرداد و سقوط دولت من، یعنی در 13 مهر 1332 که ایدن وزیر خارجه انگلستان به دنیس رایت کاردار سفارت انگلیس در تهران امر نمود پیشنهاد فروش آهن را که در زمان تصدی من هیچ به ایران وارد نشده بود هرچه زودتر به دولت ایران تقریب کند. و الحق که شاهنشاه هم در این باره هیچ فروگذار نفرموده و در آخر کتاب مأموریت برای وطنم در فصل 14 می‌فرمایند: تأکید کردم و از وزیر مسئول خواستم برای اتمام یکی از خطوط آهن تاریخ معینی را
تعیین کند و جورج پنی یکی از مدیران عالی رتبه شرکت یونایتد استیل، بزرگترین کنسورسیوم فولادسازی انگلستان، هم به ایران آمد تا بتواند به طور مستقیم با عده‌ای وزرا و سایر مقامات عالی دولتی راهن راجع به فروش ریل مورد احتیاج وارد مذاکره شود. اما مصدق خاطر نشان می کند. برخلاف لاف و گزافهای محمد رضا شاه، از روز شروع ساختمان راه آهن تا اتمام آن 12 سال طول کشید و چنانچه در ظرف این مدت عواید نفت به مصرف کارخانه قند رسیده بود، رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از عواید کارخانه های قند هم می توانستند خط راه آهن بین المللی را احداث کنند که باز عرض می کنم هر چه کرده اند خیانت است و خیانت. و این در واقع داستان راه آهنی است که رضا شاه در جهت منافع انگلستان ساخت برای اجرای طرح‌های نظامی بریتانیا در مرزهای جنوبی دولت شوروی بعد از انقلاب اکتبر و برای بازاریابی آهن بریتانیا در ایران و نهایتاً هم عاملی برای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و دسترسی بریتانیا به مرزهای شوروی. امری که رضا شاه خودش هم موقع اخراجش از ایران به اون اشاره کرده بود.